سلام گرم و درود به شما بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامتی 85 در خدمتتون امیدوارم که همیشه شاد و خرم باشین و با سلامتی و تندرستی بتونید زندگی شاد و پر از خوشحالی داشته باشین و با ورزش های خوب و متناوب بتونید به این سرحالی و شادی و خودتون و خانواده تون در برنامه قبلی راجع به تغییرات و تحولاتی که از نظر علمی همکاران فیزیوتراپیست ما در داخل کشور در طی این چند سال طی کردن خلاصی صحبت کردن و اشاره شد که به این 7000 نفر فیزیوتراپیستی که در طی این مدت چند سال اخیر خیلی در تمام سعی و همت تونستن خودشون رو به حد استانداردهای بالا ارتقا بدن و بتونن خدمات بهتری را به بیماران عزیز ارائه بدن در ادامه این بحث و صحبت هایی که هفته پیش شد امروز به یه سری مسائل دیگه همکاران فیزیوتراپیست در داخل کشور میپردازیم در واقع اینا یه چیزهای عمومی هست برای تمام ها در تمام جهان تقریبا یکیه منتها خب یه سری موضوعات بنابر شرایط و روش ها و متدهای بومی و فرهنگی میتونه تغییر پیدا بکنه و بر مبنای اون یه فیزیوتراپیست بر فاست استرالیا یک جزئیاتی در روش و نحوه کارش میتونه داشته باشه تا یه فیزیوتراپیست در پاکستان یا ایران یا کشورهای لهستان به عنوان مثال پس در کل تمام تغییرات و وظایف و نحوه کار فیزیوتراپیست ها مشابهه مون در یه سری مسائل جزئی و بومی که یه سری تحولاتی انجام میگیره تا بر مبنای شرایط فرهنگ اون مردم بتونن خدمت ارائه بدن امروز میخوایم راجع به یک تحول خیلی خوبی که در همکاران فیزیوتراپی در داخل کشور ایجاد شد و با یک همت دوچندان تونستن تعدادی از همکاران ما در یک کارگروه اخلاق حرفه‌ای یک سند کار و اخلاق حرفه‌ای ها را تهیه ارائه بدن و در دو سه هفته اخیر این به پایان رسید در واقع سعی میکنم مروری بر این داشته باشم هر چند چندین برنامه راجع به اتیکال استاندارد یا اخلاق حرفه‌ای ها صحبت کردم اون از اونجایی که تقریبا تمام مردم یا به فیزیوتراپی مراجعه کردن در طی عمرشون و یا در آینده مراجعه خواهند نمود به این لحاظ توضیح اینو قانونها و قوانین خیلی کمک زیادی میکنه به شمای بیمار در واقع به طور خلاصه میتونیم اینجوری بگیم که هر چند این سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپیست رو ارائه میده ولی در عمل وقتی که یک فیزیوتراپیست بر مبنای یک سری قواعد و قانونهای استاندارد کاری خدماتشو ارائه بده میتونیم به نتیجهش رو بهبودی بیمار و تاثیراتی که رو بیمار میذاره را ببینیم به این لحاظ تصمیم گرفتم از این همکاران که سعی و تلاش خیلی زیادی کردن و این سنده به این مهمی را تایید نمودن تشکر کنم در واقع میتونیم بگیم که این نوع سندهای اخلاقی کاری و یا اتیکال استاندارد در واقع در خیلی از جاها حالا راجع به ایران صحبت بکنیم در خیلی از دانشگاه ها و در بعضی رشته ها وزارت خونه یا وزارت بهداشت اینا رو تهیه کرده و بعضی رشته ها اومدن مثل دارو سازان اینا سند اخلاق حرفه کاری خودشون خودشونو تهیه نمودن که به تایید ادارات مربوطه هم رسیده و فیزیوتراپی یا همکاران فیزیوتراپیست ما تقریبا یکی از اولین رشته هایی هستن که اومدن به طور داوطلبانه با همکاری یک گروه 300 نفری در یک گروه آنلاین تمام این مسائل دونه به دونه در طی چندین ماه بررسی کردم و با مشورت و نظرات همگانی اینو به پایان رسوندن و چون اثرات مستقیم رو بهبودی و رکاوری بیمار داره و یا مسائل دیگهی که بیمار میتونه با رعایت این قواعد و دستور کارها بهره ببره را در اینجا می میدم و امیدوارم که شما هم بهترین استفاده رو بکنید از طرفی همکاران در صدد این هستن که این کدها و این اخلاق های کاری را به نوعی به طور خلاصهوار در مطب ها و مراکز فیزیوتراپیس در دسترس بیماران قرار بدن و شما بتونید بهترین استفاده را بکنید خب با بیان این مقدمه میریم به سراغ این سند ببینیم که همکاران چی تهیه کردن و چه سود و زیان هایی میتونه برای بیمار داشته باشه در واقع زیان که نه همش سوده برای بیمار و میپردازیم به این ببینیم که چی دارن برای شما بیمار خب در مقدمه یک تعریف خیلی خوب و استانداردی از فیزیوتراپی آوردن که در واقع بازم به طور خلاصه بیان میکنم فیزیوتراپی یعنی دادن حرکت به یک بخش یا ناحیه از بدن یا کل بدن که به خاطر یک بیماری یا جراحت یا نواقص دیگه اون حرکت محدود شده باشه یا گرفته شده باشه از بدن پس در واقع فیزیوتراپیست میاد با ارزیابی و معاینه بیمار یک سری تست های مختلف ها انجام میده مسائل و فعالیت های روزانه این بیمار رو بررسی میکنه و محدودیت ها را پیدا میکنه حالا این در رابطه با خود بیماری در رابطه با فعالیت های ورزشی یه نفره در رابطه با فعالیت های کاری یه نفره و بر مبنای این محدودیت های برنامه درمانی میچینه و در طی چندین هفته شخص رو هدایت میکنه و راهنمایی و کمک میکنه تا به این اهداف از پین تعیین شده برسه پس تمام اینا در مقدمه اومده و این سند دارای نه اصل هستش که اصل اول در واقع مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و پاسخگویی اصل دوم احترام به دیگران اصل سوم صداقت و درستکاری اصل چهارم عدالت انصاف برابری اصل پنجم همدردی و همدلی اصل ششم استقلال فردی اصل هفتم سود رسانی اصل هشتم عدم ضرر رسانی و اصل نهم ارتقای شغلی است من اینا خیلی مفصله نمیخوام وارد تمام جزئیات بشم در واقع یه قسمت ها و یه سری از این قواعدی را که سود مستقیم برای بیمار داره و سعی میکنم توضیح بدهم امیدوارم که براتون اگه سوالی باقی میمونه یا برخوردی یا مشکلی با یه فیزیوتراپیست داشتین بتونین با آگاهی بر این قواعد بتونین به بهترین وجه اون رو حل کنید و بدونید که حق شما چیه وقتی که به عنوان بیمار به مطب فیزیوتراپی یا در بیمارستان ها با همکارانمون یا در مراکز مختلف دیگه که فیزیوتراپیست ها تقریبا در همه جا هستن پس به هر دلیلی در هر محیط کاری با اینا مشکلی پیدا کردیم میدونیم که چه جوری و به چه نفی بایستی جلو بریم که به حقتون زایل نشه خب اصل اول که در این سند اومده مسئولیت پذیری و وظیف شناسی و پاسخگویی فیزیوتراپیسته خب هر کدوم از این اصلا چندین کد و دستور عمل داره و اینها را در واقع از چندین منبع استفاده کردن در پونزن و کتاب و منبع اساتید ایرانی و چندین منبع از کشورهای مختلف من جمله کنفدراسیون فیزیوتراپی دنیا World Confederation of Physical Therapies که یک سند اخلاقی کاری خیلی مفصل داره همچنین سند اخلاق کاری انجمن آمریکا، انجمن انگلیس و چندین کشور دیگه با عنوان رفرنس استفاده شده و تمام اینا را همکاران و اساتید خیلی خوب زحمت کشیدن و تونستن که اینا را با بهترین دقت و بر مبنای استاندارد تهیه کنند که وقت حقی نه از فیزیوتراپی سایه بشه و نه از بیمار خب در اصل اول نکات خیلی مهمی بهش اشاره شده یکی از اینا میگه فیزیوتراپیست باید با دقت به طور کامل وظایف خود را نسبت به بیمار انجام دهد خب این نشون میده که اولین وظیفه ای که فیزیوتراپیست داره بیمار رو در واقع جدی بگیره وظایف و درمانهایی را که انجام میده به طور جدی و با خلوص نیت انجام بده چرا که این مهمترین وظیفه فیزیوتراپیسته که درمان ارائه بده و وقتی خب نحوه کاری و نوع درمان ها و برخورد با بیمار رو جدی بگیره و مسئولیت پذیر باشه در قبال اونا خود به خود میتونیم تصور بکنیم که استاندارد بالایی را ارائه میده اصل دوم میگه فیزیوتراپیست باید مسئولیت هر گونه عملکرد رفتار خود را نسبت به بیمار بر عهده بگیرد و در این ارتباط پاسخگو باشد پس هر کاری انجام میده هر درمانی ارائه میده هر نصیحتی میکنه در اقبالش مسئوله و اگه احیانا اشتباهی یا خطایی یه جایی سرزد باستی پاسخگو باشه در اقبال این کارش من این توضیح رو هم بدم چون اینا رو میخوام به طور خلاصه وار مرور بکنم جملات خیلی واضح هستن خودشون مطلب رو میرسونن ولی احیانا جایی لازم شده توضیحات و مثال میزنم امیدوارم که بازم اگه سوالی بود با ما در تماس باشید و یا منبه هایی را که در آخر برنامه براتون ارائه میدم بتونید خودتون مطالعه بفرمایید و به بهترین وجه بیشترین استفاده رو بنمایید خب اصل دیگه میگه فیزیوتراپیست باید فرایندهای فیزیوتراپی که شامل ارزیابی، تشخیص، پیش آگهی، درمان و پیشگیری را به طور دقیق انجام بدهد. اینو بارها گفتم که وقتی بیمار میره پیش فیزیوتراپیست مثل همه رشته های پزشکی دیگه ما اول بیمار را ارزیابی میکنیم که متوجه بشیم بیماریش چیه مشکلاتش چیان محدودیت هاش چیان و از همه مهمتر تی این جلسه متوجه میشیم که این بیمار چه خواسته هایی را داره یکی دوست داره فقط زانوش بتونه خوب باز و بسته بشه یکی دوست که درد نداشته باشه بتونه راحت راه بره یکی دوست داره با این زانو بره فوتبال بازی بکنه یکی دوست داره با همون بیماری برگرده به کونوردی یکی هم میگه من میخوا فقط با دو چرخه برم سر کارم بیام و یا یکی میگه من دو ساعت رانندگی میکنم پس بایستی به خواسته های بیمار توجه بشه و بر مبنای اونها یک نوع برنامه درمانی چیده بشه که بتونه به بهترین وجه به اهداف از پین شده بیمار برسیم اصل بعدی میگه در صورت عمل کرد و رفتار نادرست فیزیوتراپیست باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و پاسخگو باشد در این موارد باید از طریق بررسی دقیق علت خطا را پیدا بکنه تا مجددا در آینده تکرار نشه اگه... یه مریض میاد پیش فیزیوتراپیست بایستی علاوه بر دقت کامل و مراحلی را که الان اشاره شد مثل ارزیابی و بیو اسسمنت و تست های انجام میده و ارائه درمان ها و مسئولیت پذیری در قبال این درمان ها به هیچ وجه کوتاهی نکنه و این بیمار رو به عنوان مثال به منشیش واگذار نکنه که یه سری درمان انجام بده یا سهلنگاری به هیچ وجه نباشه در ارائه این درمان ها و یا خطایی انجام نشه و اگر هم خطایی انجام شد مسئولیت رو اونو به عهده بگیره و در صدد بهتر کردن و جبران و اون خطا در بیاد حالا به هر نحوی که در اون شرایط امکان پذیر هست اصل دیگه می فیزیوتراپی باید اطلاعات کافی در اختیار بیمار قرار دهد و نسبت به اطلاعاتی که ارائه می کند پاسخگو باشد و اصل بعدیش هم بلا فاصل براتون میگم فیزیوتراپیست باید با پذیرش مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه و رشد فیزیوتراپی عمل کنند و نباید نسبت به جامعه خود بیتفاوت باشد پس این هم دو تا نکته خیلی مهم هستند دوباره میگه که بایستی علاوه بر درمان هایی که انجام میدیم فیزیوتراپیست اطلاعات لازم رو به بیمار ارائه بده چرا که آگاهی داشتن و سطح آگاهی بالای بیمار نسبت به بیماریش باعث میشه که بیمار وظایفش رو خوب انجام بده با بیماریش بهتر برخورد بکنه و در کل اون ساعات و اون روزهایی رو که دسترسی به فیزیوتراپی نداره و یا در کل معمولا بیمارا هفته دو سه جلسه ماکسیموم سه چهار جلسه میرن پیش فیزیوتراپی خب اون روزها و ساعتهای دیگه که به کارها و فعالیتهای روزان خودش مشغوله بنابر اون نسایه و حرفهایی که فیزیوتراپیست بهشون گفته چه کارهایی میتونین انجام بدین چه کارهایی نمیتونین انجام بدین پس با آگاهی دادن به بیمار شما در بهبودی و رکاوری بیمار خیلی کمک میکنید که اینم خیلی مهم هست اصل دوم اصل احترام به دیگران هست که اینم تا جای امکان به تمام جزئیات اشاره شده اصل دوم میگه فیزیوتراپیست باید با بیمار مراجعه یا درمانجو و خانواده و مراقبان و اونها فارغ از جنس سن ملیت مذهب نجات و شرایط اقتصادی یا سیاسی با احترام برخورد نماید و این شامل بیمارانی که قدرت تصمیم گیری ندارند نیز میباشد پس با هر نوع بیماری از هر جنس و نژاد و ملیت و بایستی با احترام برخورد بکنیم ما اینجا خوشبختانه کشورهای اروپایی تقریبا مالتی کالچرل هستند از همه فرهنگ توش میبینیم یه روز بیماری از افریقا میاد یکی یه روز از امریکا یه روز از لهستان یه روز از آلمان یه روز انگلیسی یه روز استرالیایی یه روز ایرانی در ایران هم به همین حالا کم کمتر یا بیشتر ولی نکته اینجاست که ما به این مسائل کاری نداریم بیمار بیماره و ما به عنوان فیزیوتراپیست یا متخصص پزشکی وظیفه را داریم که درد اینو کم کنیم به خواسته هاش برسونیم این رو پس به هیچ ای از اینو مسائل کار نداریم که این بیمار از کجا آمده زبانش چیه رنگ پوستش چیه خانم مرد بچه از پیر زن همه از یه حق مساوی برخورداریم وقتی میریم پیش فیزیوتراپیست یا متخصص پزشکی دیگه ای اصل بعدی میگه که فیزیوتراپی باید به دقت به سخنان و خواسته های بیمار گوش دهد یه اصل دیگه ای که مهمه میگه فیزیوتراپیست باید به باورها و عقاید بیمار از هر قومیت و مذهب و ملیت و فرهنگ احترام بگذارد فیزیوتراپیست باید هنگام صحبت درباره بیماران و خود با همکارانش حتی در قیاب بیمار از وی با احترام یاد کرده یه اصل بعدیه میگه فیزیوتراپیست باید به حریم خصوصی بیمار احترام بگذارد و از ویزیت در حضور سایرین خودداری نماید پس ببینید به هر کدوم از این اصولی که نگاه میکنیم در واقع این حق بیماره که داره رعایت میشه با همون جمله اول میرسیم وقتی فیزیوتراپی کارش رو خوب انجام بده کارش رو بر مبنای استاندارد انجام بده به همین خاطر بیمار که سود میبره یه نکته من اشاره بکنم اینجا برمیگردیم به ادامه این اصول و اون اینی که ببینید بینندگان تو بحث های مختلف من اشاره کردم فیزیوتراپی یه رشته یه که با اکثر رشته های دیگه پزشکی فرق میکنه دلیل سادهش هم اینه که اولا با تمام بیماری های بدن به نوعی سر و کار داریم و به همین دلیل انواع و اقسام بیمارها را میبینه یه فیزیوتراپیست و از طرفی حتی اگه یه بیمارم با یه بیماری پیش چند تا فیزیوتراپیست برن باز نوشت های دیگه پزشکی اکثر همکاران یه نسخه تجویز میکنن بیشتر مشابهن ولی تو فیزیوتراپی اینقدر نوآوری زیاده اینقدر تکنیک ها زیادن انقدر بیمار در شرایط مختلفی هستن که هیچ کتاب و یا مقاله نمیگه شما صد درصد این تکنیک های مکنزی را به عنوان مثال یک تکنیک هست که تو فیزیوتراپی برای بیماری استفاده میکنیم 100 درصد برای تمام این بیمارا به این نفت دقیق باید انجام بدی حتی اگه همون تکنیک های مکنزی رو هم چهار تا همکار انجام بدن باز تو نحوه اجرا در مقدار و زمان اینا تو جزئیات چندین اختلاف میبینی بین یه فیزیوتراپیست با یه فیزیوتراپیست دیگه به همین دلیل این کودهای استاندارد سند اخلاق حرفه‌ای بیشتر اهمیت پیدا می‌کنند تا برای یه سری رشته های دیگه البته تمام رشته ها اینو نیاز دارن من بحثم یه چیزی دیگه است منظور اینه که به خاطر زیاد بودن نوع درمان ها و زیاد بودن نوع بیماری ها تو فیزیوتراپی اهمیت اجرای این اصول اخلاق ای خیلی زیاده و به همین دلیل این همت و شهامتی که همکارای ما اومدن داوطلبانه اینو انجام دادن و داوطلبانه در صدد اجرای اون هستن خیلی واقعا جای تشکر و قدردانی داره و امیدوارم که یه الگویی باشن برای تمام رشته های دیگه نظام سلامت ما خب برگردیم به ادامه این اصول اصل سوم راجب صداقت و درستکاری هست و اینم باز چندین دستور عمل داره که چند تا مهمش رو برای شما اینجا میخونم میگه فیزیوتراپیس باید در نوشتارهای خود همانند گواهی ها و گزارش ها صداقت و درستکاری را رعایت نماید وقتی ما یه گزارشی از این مریض می نویسیم برای حالا این همکار پزشکی است برای محل کارش برای دکترش برای دادگاه برای هر جایی که یه گزارشی راجع به پرونده این بیمار و انجام درمان را که انجام دادیم میخوایم ارائه بدیم باسی بر مبنای صداقت و درستکاری باشه فیزیوتراپیست نباید اطلاعات و اسرار بیمار را به جز در مواردی که قانون تصریح کرده در اختیار دیگران قرار دهد که اینم برمیگرده به اون صداقت و درستکاری ما حتی دقت کردیم من اینجا خیلی وقتا اسم کوچک بیمار را هم نمی آورم برای اینکه اینا جزء اسرار پزشکی و نباید به کسی گفته بشه اصل بعدی میگه فیزیوتراپیست باید اطلاعات صحیح به بیماران و جامعه عرضه کند یک اصل دیگه میگه باید اطلاعات صحیح حقیقی و هدفمند در ارتباط با بیماری و مشکلات بیمار به آنها یا بستگان بیمار، مراقبان اصلی آنها عرضه کند در خیلی از مواقع یه بیمار میاد به خاطر شرایط سنی به خاطر نوع بیماری خودش قادر به کامنیکیشن یا صحبت کردن با تراپیست نیست یا دلایل دیگه این توانایی را نداره در این جور مواقع تمام این کارهایی را که فیزیوتراپیست انجام میده حالا از نسایه از ورزش هایی که میده علاوه بر این که برای خود بیمار تا جایی که میتونه توصیه میده به همراه و یا پرستار و یا سرپرست و یا پدر مادر اون بیمار میگه که بتونن به نحو خوبی اجرا بکنن بند بعدی میگه اطلاع... فیزیوتراپیست باید اطلاعات مناسب و درست در ارتباط با پیشگیری رو در شرایط مقتضی به بیمار ارائه دهد که همجوری که بارها گفتم یکی از وظایف مهم فیزیوتراپیست ها پیشگیری از وخیمتر شدن یه بیماری و یا جلوگیری از مسائل جانبی شما با هر بیماری پیش فیزیوتراپیست بریم مطمئنا دهها نصیحت و ادوایس برای پیشگیری بهتون میدن اصل بعدی میگه فیزیوتراپیست نباید در زمینه ای که اطلاعات ندارد بیمار را گمراه سازد و اگر از وی این نوع اطلاعات خواسته شد به منابع معتبر یا افراد خبره راهنمایی کنند پس میگه یه جایی که بیماری میاد بنده اطلاعی ندارم خب این اصول اخلاق عرفهی به من میگه که شما اجازه نداری از خود چهار تا جمله بسازی و تحویل این بیمار بدین اینقدر بیماری زیاده تو جامعه اینقدر نوع بیماری ها روز به روز بیشتر میشن نوع بیماری هایی که بنده تجربه ندارم با آنها کار کرده باشم خب در این شرایط باعث خیلی راحت به بیمار بگم که بنده متاسفم این کارو نمیتونم بکنم و در عوضش با چهار تا تلفن و چهار تا همکار اطلاعات بگیرم و اگه میتونم یه نفر خوب و مناسب و پیدا بکنم از همکارام که ایشون رو معرفی کنم به اون نفر و یا مؤسسه دیگه محل دیگه اصل بعد میگه فیزیوتراپیست باید از مشاجرات لفظی با بیماران یا همراه او خودداری کند پس اینم که خیلی واضح هست به هیچ وجه حق جرابست با بیمار ما نداریم و یه اصل دیگه در ادامه میگه حتی اگه جایی هم مشکلی پیش اومد در موقع کار بین فیزیوتراپیست و بیمار فیزیوتراپیست باید منافع بیمار رو در نظر بگیره این نکته خیلی مهمیه که منافع بیمار همیشه اولویت داره بر منافع شخص خود فیزیوتراپیست یه اصل دیگه میگه همونو که اشاره کردم فیزیوتراپیست باید در موقعیت های تعارض تا منافع تأمین کننده منافع بیماران باشد اصل دیگه میگه فیزیوتراپیس باید در ارجاع بیمار به بخش های دیگر نظام سلامت فقط منافع وی را در نظر بگیرد و در این ارتباط هیچ امتیازی دریافت نکند خب ببینید دوستان این اصول همینجور ادامه میده من لینکشو میذارم که اگه دوست خواستین خودتون بریم مطالعه بکنید اصل چهارم به عدالت انصاف برابری هست نکات خیلی مهمی اینجا هم داره که از هر گونه تبعیض و غیر جلوگیری بکنه و از راجب کیفیت درمان خیلی اینجا صحبت میشه و از همه مهمتر اگه درمانی را بلد نیستیم ارائه ندیم اصل پنجم راجب همدردی و همدلی است که در نهایت اعترام و احساسات و درد بیمار رو درک بکنیم و براش اعترام قائل بشیم و صبور باشیم به حرفهای بیمار گوش بدیم به حرف همراهان بیمار گوش بدیم و ده ها نکته دیگه که من متاسفانه با خاطر وقت نمیتونم به تمام این اشاره بکنم در همجوری که اشاره کردم چندین برنامه ما این اصول رو طرق مختلف بررسی کردیم من تا هدف از این برنامه این بود که تمام مردم ما مطلع بشن که فیزیوتراپیست های ایران واقعا همجوری که سری پیش اشاره کردم در طی این دو سال تحولات خیلی خوبی چه نظر علمی و حالا من نظر اصول استانداردهای اخلاق حرفه‌ای این گام نهادن و به جلو رفتن و بیدلیل نبود حرف من اینم مدرکش امیدوارم که این ای بشه برای تمام همکارانی که خدا نکرده این اخلاق حرفه‌ای را کوتاهی یا قصوری داشتن باشه و همچنین جامعه فیزیوتراپی ما الگویی باشه برای تمام نظام سلامت و از همه مهمتر دانشگاه‌های ما و مؤسسین آموزش عالی این روی فیزیوتراپی سرمایه گذاری طولانی مدت و برنامه ریزی خوبی داشته باشند چرا که در طی 7-8 ده سال آینده ما به تعداد خیلی بیشتری فیزیوتراپیست نیاز داریم در حال حاضر 7-8 هزار نفر داریم که این تعداد خیلی کمه در حد استاندارد اگه بخوایم باشیم باید این به دوربر 50-60 هزار نفر برسه برای جمعیت 80 میلیونی کشورمون امیدوارم که این برنامه هم مصمر سمر واقع شده باشه متاسفانه وقت نشد من تمام اصول رو براتون بگم و توضیح بدم ولی لینکشو میذارم همجوری که اشاره کردم دوست داشتین اطلاعی داشتین یا با خود من در تماس باشین یا به این لینک ها مراجعه بکنید و این سند رو به طور دقیق مطالعه بفرمایید چرا که با آگاهی از این اصول میدونید که حقتون کجا کم داده شده بیشتر داده شده و یا خود نکرد اگه شده در تیه دوران درمان به حقوقتون برسید شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد روز روزگار خوش خدا نگهدار